سلام دوستان گرامی، زبانم آموزان ارجمند، همگی شما را به این کانال خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. درسی پنجم است از سلسله درس های زبان روسی از کتاب دروگ و رسیو. کتاب دروگ و رسیو یعنی جلد یکم. البته این کتاب از سه جلد عبارت است، یعنی یک دو سه، کتاب یک، کتاب دو، کتاب سه. این زمان در کتاب یکم قرار داریم و این برای سطح ابتدایی است. زبان روسی برای سطح ابتدایی، یعنی که بگیم برای نویادگیران. در درس گذشته در خاطر داشته باشید درباره اینترنتسون کنسترکسی صحبت کرده بودیم و تو اینجا رسیدیم، تو صفحه 10 تو اینجا. امروز از صفحه 11 ادامه میدهیم. در اینجا میگید سراونیته، یعنی مقایسه کنید، مقارنه کنید، یعنی این رو با این مقایسه کنید کدامش چه خیلی تلفظ کرده میشود. در اینجا اینترنتسون کنسترکسی یک است و در اینجا اینترنشنال کنستروکسی یعنی سه، یعنی که همون ای که، یعنی ای که یک، ای که سه، ای که ادین، ای که تری. خب مثلا اینترنشنال کنستروکسی یک گفتادیم که برای جمله های خبری است، برای جمله های تصدیقی است، اما اینترنشنال کنستروکسی سه برای جمله های سوالی است. مثلا نگاه کنیم در هر دو ایتا از دو کلمه عبارتن، مثلا هر دو جمله ها و هر دو در هر دو جمله ها مثلا جانشین اشارتی است و نامی انسان است، یعنی اسم است. اما جمله اول ایتا آنا، اما جمله دوم باشد ایتا ایوان، ایتا ایوان، ایتا ایوان، یعنی جمله سوالی شده لکه. در اینجا یعنی فرقیه طرزی تلفظی جمله ها رو برای ما بیان دارد، یعنی ایتا آنا، ایتا ایوان، یعنی این آنا است، آیا این ایوان است. خب آنا دوما، یعنی جمله عادی، جمله خبری آنا دوما، ایوان دوما، ایوان دوما، جمله سوالی ایوان در خانه است. تام دوم، یعنی اونجا خانه است. تام تام ودا، تام ودا، تام ودا، جمله سوالی شد آیا اونجا آب است. خب در اینجا نگاه کنیم درباره در بالای بعضی کلمه ها رقم 3 و 1 همین ها رو ماندگی است، یعنی همون 3 یعنی همون چی است، اینترنشنال کانستراکشن سه هست، یعنی تری مثلا زبان روسی. مثلا نیو کنیم انتون دوما، انتون دوما، جمله سوالی شد، جمله خبری دا اون دوما، دا اون دوما، دا اون دوما. انتون، انتون دوما، علاکه یعنی آهنگ در کلمه انتون آمد. در اینجا نیو کنیم آهنگ، آهنگی تلفظ، یعنی بلند تلفظ کردن در کلمه دوما هست، در اینجا باشد در کلمه انتون است، یعنی انتون دوما، یعنی انتون در خانه است، در اینجا باشد انتون دوما، انتون دوما، یعنی مثلا در خانه انتون های، یعنی انتون های. وقتی انتون رو بلند تلفظ میکنیم از این معلوم میشد که یعنی موضوع اساسی درباره انتون است. در این جمله باشد درباره آیا وای در خانه بود، یعنی موضوع اساسی درباره مکانش است، یعنی آیا وای در خانه است، در خانه است، مثلا در در دیگر جا نیست، در خانه است، اما در خانه انتون است، انتون است، یعنی مثلا دیگر کس نیست و انتون است مثلا، یعنی مهم موضوع صحبت در باره انتون است در اینجا و در اینجا باشد موضوع صحبت درباره دوم است، دوم. خب دوم، تام، دوم،
تام دوم تام در اینجا باشد یعنی موضوعی صحبت یعنی تام است تام یعنی درباره مکان پرسیدستیم درباره جا پرسیدستیم اما در اینجا وقتی که میگیم تام دوم تام دوم معذرت دوستان گرامی برای آواز ماشین یعنی در پیش تیریزه هستیم و خاطر آواز میاد خب تم دوم در اینجا باشد در برای مکان است سوال یعنی دوم تم یعنی اونجا خانه است خب در اینجا باشد در موضوع در برای خانه است یعنی تم دوم در اینجا خانه است یعنی مثلا سرای نیست یا اون چیز دیگه نیست مثلا خب موضوع در برای دوم است خب دیگر این هاش مثلا جمله های خبری هستند همشون اینترنتسیون کنسوکسی عدین است دا اون دومه یعنی جواب همون انتون دومه است اگر مثلا انتون دومه در برای انتون باشد با انتون جواب میتیم در برای دوم باشد در برای با دوم جواب میتیم یعنی اگر اهمیت داده باشین جمله ها هر دوش یک از جمله های سوالی مثلا انتون دومه جمله های سوالی اما جواب ها رو نیا کنیم دا اون دومه دا انتون یعنی یک کس مثلا اگر کشش آوازش فرق نواز کتاب هست مثلا در پیش ما دیدستیم رقم یک و سه دو مثلا دیگر رقم ها در گجور جای گیرشته هست اما وقتی یک کس صحبت میکند مثلا میگوید که دلشو در خونه است بله در خونه جواب میکنیم بعضا بودیم تو دیگه دلشو در خونه است بله در خونه است اما وقتی سوال شد که دلشو دست در خونه دل شده است در خانه دیگر در این حالت ما نمیگیم که در خانه است میگیم که بله دل شده است بله دل شده است نه به همین معنی است این چیز در زبان تاجیکی هم وجود دارد در زبان انگلیسی هم وجود دارد یعنی در بسیاری زبان ها وجود دارد این چیز یعنی آهنگ تلفظ کلمه ها در زبان انگلیسی و فیلم درسی گذشته بود گرفتیم از کتاب این تروب شده اگر خطا نکنم rising and falling intonation بود خب وقتی که در برای دوم پرسیدن با دوم جواب میدیم دا اون دوم در برای مکان مثلا وقتی که در برای انسان خود پرسیدن انتون دوم دا انتون یعنی با همون اسم جواب میدیم دوم تام دا تام تام دوم دا دوم یعنی همون آهنگ تلفظ رو نگاه میکنیم که درباره چی پرسیدستم با همون جواب میدیم خب слушайте повторяйте читайте это Иван да он Анна дома да дома یعنی نگاه کنید در اینجا درباره انسان پرسید یعنی نام انسان اما در اینجا باشه درباره خانه پرسید مثلا Анна дома اگر میشید پس میشید که да Анна اما در اینجا درباره مکان پرسیدید مثلا Анна дома, да дома. Хоп. Мама там, да там. Инжо дарбурай макунас там яне. Хоп. Лампа тут, джумле хабари, джумле савули. Лампа тут, да тут. Да тут, яне чарог инжос, бале инжос. Хоп. تا اینجا رسیدیم یعنی ده توت مشکی ده همه یکنیم پس متریتی نرسونک ای زدهتی دروگ دروگ و پروسی یعنی بر رسم نگاه کنید و همدیگرتون رو سوال دهید یعنی دروگ دروگو دروگ اصلا دوست می شود دروگ دوست می شود دروگ دروگو یعنی همدیگرتون رو خب ابرازیت یعنی نمونه یعنی چه خیلی سوال میتیم مثلا یک نمونه آورده است یعنی ایتا دوم دا ایتا دوم جمله سوالی یعنی آهنگ تلفظ در دوم است ایتا دوم دا ایتا دوم ایوان تام دا تام
يعني فکر میکنم که موضوع فهمو شد یک کم بیش. خب در اینجا باشد بعض جمله ها کار کردگی نیستند، خوب میشد که وظیفه خانگی دهیم اینها رو که یک جای کار کنیم. خب یک جای کار میکنیم. زدایتی دروزیم ایتی و پروسی زدایتی دروزیم ایتی و پروسی با دوستانتون این سوال ها رو دیگه، یعنی شاید که این ویدیو ها رو ما در پریمیر میگذاریم، پس کسانی که اشتراک دارن در پریمیر میتونن که جواب دهن. آنا دوما چخیل جواب میتیم آنا دوما آنا دوما خب میتونین جواب دهن تو نوشتنی جوابی درست در ویدیو. خب آنا دوما جوابش خیل می شود. خب جوابهای خود را بعدا با این نوشته ها مقایسه کنید. آنا دوما می نویسیم جواب می دهیم. خب که می شود دا دوما میکنه دا دوما، برای که موضوع صحبت یعنی گپ درباره مکان است. دوما یعنی آنا دوما دا دوما دا دوما، یعنی خوب میشد با جانشین شخصی هم سوال کنیم، مثلا دا آنا دوما دا آنا دوما مثلا خیلی میشد جواب بدیم. خب در اینجا باشد آنا دوما آنا دوما. خب در اینجا چه جواب میدیم؟ یعنی آهنگ تلفظ اینترنشنال کانستراکشن در بالای آن آمده است، مثلا در بالای اسمی یعنی آن کلمه آن آن دوما. خب جواب خود را نویسید دا آن. خب همین خیلی بود دا آن، یعنی سوال در بالای کی بود؟ آن بود که اویو وای هست در خونه یا دیگر کس مثلا، ولی وای است در خونه دا آنا. خب اینا تام اینا تام اینا تام، یعنی اینجا در برای مکان است، سوال در برای مکان. می نویسیم دا تام دا تام دا تام. خب در برای یعنی مکان سوال بود دا تام، اما در اینجا نکنیم تام اینا تام اینا، علاقه در برای شخصیت سوال شده است، در برای یک نفر مثلا دا اینا دا اینا دا اینا. خب در اینجا باشد لامپا توت لامپا توت لامپا توت. خب چخیل جواب میتیم دا دا توت، بله بهترین دا توت. اما در اینجا اینترنشنال کانستراکشن در بالای کلمه لامپا آمده است، توت لامپا توت لامپا توت لامپا. چخیل جواب میتیم دا لامپا دا لامپا. برای چی با لامپا جواب بدیم؟ به خاطر که صحبت در برای لامپا است، یعنی سوال در برای لامپا است، در برای مکان نیست. تم ودا تم ودا تم ودا، یعنی اونجا آب است اونجا آب است، یعنی در برای آب است سوال. تم ودا دا ودا دا ودا دا ودا. خب اما در اینجا باشد ودا تام ودا تام ودا تام، یعنی اونجا آب است اونجا آب است، یعنی اونجا آب است سوال در برای چی است؟ مکان است. دا تام دا تام.
با 15 دقیقه برای درس جدا دادیم و انجام رسید. اینجا چی است؟ چی تایتی خوبی برای خواندن است؟ مثلا خوب میخونیم چی تایتی؟ یعنی بخونید ایتا ماما ای لام، ایتا ماما ای پاپا. یعنی این برای خواندن است که ما ادارینی رو درست بخونیم. مثلا نگاه کنیم در کدام کلمه، در کدام صدانوک ادارینی است. پس همون ادارینی علامتی زده همون هیجا کمی بلندتر یا که زیادتر کشیده می شود. دا ایتا ماما ای پاپا. آنا تام، آنا تام. خب سوال با در چی است؟ آن است بخاطر که با آن جواب داد. آن تام، آن تام، دا آن تام، آن دوما، آن دوما، ایتا دوم، ایتا دوم، لامپا توت، لامپا توت، دا توت، دا توت. وان پس ونیلی اتویتی، یعنی با شما زنگ زدن جواب تین. یعنی یک نفر به شما زنگ زد و شما جواب دید. الو. خب یه در جواب میگیم الو. دا دا. ایتا وان لین. اینا دوما. اینا دوما. خب. فکر میکنم اینش دیگر است. این خب. الو. دا دا. ایتا ایوان. آنتون دوما. آنتون دوما. دا اون دوما. الو. ایتا وان لین. اینا دوما. اینا دوما، دا دا، آنا دوما، دا دا، آنا دوما. خب، پس منی تی اوزنای تی دوما لی انتون ایوان آنا اینا. یعنی میگوید زنگ بزنین بفهمین که انتون ایوان آنا اینا در خونه است. یعنی هم چون یک تمرین است با دوستتون زنگ بزنین. خب، در همینجا رو یک درس دیگه کنیم. خب دوستان این را وظیفه خانگی می دهیم، چون یکی از نامش معلوم است، دمش نیزدنیه. یعنی وظیفه خانگی این رو خودتون کار کنین. اگر کتاب داشته باشین در کتاب نویسین، اگر نداشته باشین یعنی از روی ویدیو کار کنین. اگر در کامنتیر نویسین باز خوب، اگر خوب وقتتون نباشه برای در کامنتیر نوشتن. خب مهم کار کردن است، یعنی کار کنین و این هم یک پیشروی در ساحه زبان آموزی شما می شود. یعنی ککی و پروسی زده انتون، یعنی چه خیلی سوال داد انتون، یکم مشق دویم کک ایوان اتویتیل نو پروسی نپیشید، یعنی به سوال ها چه خیلی جواب داد ایوان بنویسین. خب در این جوش نپیشید اسلاوه ای پردلژینی ای پستفتی او دارین، یعنی این کلمه ها و جمله ها رو نویسین و در گلویش علامت زده را مونه، یعنی در کدام هجا علامت زده است. نپیشید اپراجنین یا سیم واسیم دیسید ادینیست دویناس، یعنی این مشق ها را نویسید. نیدید یا اتویتی نو پروسی، نپیشید و پروسی اتویتی، یعنی این ها را یو بیتی کدامش سوال است، کدامش جواب است، یعنی به کدام رب دوره بسونه. این ها وظیفه، این صحیفه وظیفه خانگی، صحیفه 13. خب در اینجا درسی امروز به پایان می رسد. این بود درسی پنجم از کتاب در روگ و رسیو الیمنتارنی اوروان. از درسی آینده از درسی دو سر میکنیم. یعنی البته درس ها موافق کتاب فرق میکنن. یعنی این درسی که حاضر رفته ایستاده است، این درسی پنجم است از روی سلسله نوارهای یعنی کانال ما، اما از روی کتاب درس یکم تمام شد، اوراک پروی تموم شد و از درس آینده اوراک فتروی می شود. فتروی. خب تشکر برای اشتراکتون، برای تماشای نوار. باقی خدا نگهدار.